بناء المسجد. بناي مسجد. أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. أولين إقدام رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم پس از ورود به مدینه. لم تخطر الدنيا على بال النبي صلى الله عليه وسلم. هیچ موضوع دنیوی به ذهن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نرسید. عندما تقدم على بلد، هنگامی که وارد سرزمینی میشی، اول شيء تفكر فيه، اولین چیزی که بهش فکر میکنی، بناء بيت، به دنبال این هستی و به فکر این هستی که خانه بنا بکنی و بسازی. فکر فی قصور. بعضی ها فکر میکنن که خانه های بزرگ و قصر و کاخ بسازند. اول امر بدا به النبی صلی الله علیه و سلم انه بنا مسجد قباء. اما نخستین کاری که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بهش مبادرت ورزیدند بنای مسجد بود. اول مسجد بنی فی الاسلام. نخستین مسجدی که در اسلام بنا شد. ولهذا كان لهذا المسجد فضل واجر. از این رو این مسجد فضیلت و جایگاه ویژه‌ای داره. من تطهر في بيته. کسی که در خانه خودش طهارت بکنه، وضو بگیره، ثم اتى مسجد قباء. سپس به مسجد قباء بره و صلى فيه ركعتين. و در مسجد قباء دو رکعت نماز بخونه. كان له اجر عمره. اجر و ثواب و فضیلت عمره رو در میابه. نعم، بنا المسجد عليه الصلاه والسلام. رسول خدا صلی الله علیه و آله اسلام در اونجا مسجدی بنا کرده. ثم بعد هذا انتقل و بنا المسجد النبوي. سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مسجد خودشون رو، مسجد نبی رو، بعد از انتقال به داخل شهر بنا نمودند. بنا علیه الصلاه والسلام بجانب المسجد حجرتين. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در کنار مسجد دو غرفه هم ساختند. ها الحجره لا تتسع الا لاثنين فقط. وسعت این حجره ها و غرفه ها زیاد نبود مگر دو متر بود. قد تقول انها مترين في مترين. یعنی لا تزيد ابدا. دو متر در دو متر، چهار متر مربع تقریبا. اذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الغرفه لا يستطيع ان يسجد وعائشه معترضه نائمه حتى ترفع رجليها. به طوری که رسول خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که در این غرفه و این اتاقک و حجره به نماز می ایستادند و عایشه رضی الله عنها خوابیده یا دراز کشیده بود، رسول خدا صلی الله علیه و سلم ناگزیر می شدند که پای همسرشون رو کنار بگذارند و سجده بکنند. لم تتوسع هذه الغرفه منذ ان هاجر الى ان توفاه الله، جاءت الاموال، جاء ما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهذه الغرفه كما هي. و این از بعد ورود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تا زمان وفات ایشون ادامه یافت، به رغم اینکه فتوحات و اموال فراوانی کسب شد، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این اتاق ها رو گسترش ندادند.